خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو هستیم از آلمان. اگر برنامه من رو دیده باشید، گفتم که ایشون یه موضوعی رو نوشتن در فیسبوک که شاید اصلا آشنایی من با آقای خدابندلو سر همین ماجرای فیسبوک بود که ایشون به من گفته بود که شما چرا آزاد نمیذارید مردم رو. گفتم والا آزاد گذاشته بودیم، دیدیم که بعضی وقتا آزادی باید حد و مرزی داشته باشه و ما چون بیش از 13,000 نفر داشتیم، این حد و مرز و قانون بازی رو اینجوری انتخاب کردیم که هر کسی میخواد اینجوری تماس بگیره با ما و ما تصمیم میگیریم که چه نوشته ای رو بذاریم یا نه. و دیروز یا پریروز بود با تعجب دیدم که آقای یزدان خدابندلو خودشون 14 مورد رو نوشتن و یک مقاله خیلی طولانی با 3 ادمین برای این که در قسمت اول به شما نشون داده. بیش از این من وقتتون رو نمیگیرم، میکروفون رو در اختیار آقای خدابندلو قرار میدم که خود ایشون یه توضیح بدن، هر وقت هم که مایل بودن به من اجازه بدن که منم نظر خودم رو بگم و از ایشون سوال کنم که چی شد که شما به این نتیجه رسیدید. آقای خدابندلو خوش آمدید، این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. ضمناً امروز این برنامه رو روی فیسبوک یزدان خدابندلو هم میذاریم تا شما ببینید. بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. این موضوع رو، الزامات مدیریت گروه در فضای مجازی رو، من به حکم ضرورت نوشتم. یعنی تقریبا 3-4 سال پیش اینو من نوشتم و به تدریج هم سری مواد شده بهش اضافه کردم، چرا که در مدیریت این گروه ها و صفحات فیسبوکی که عموما هر کدوم آدمین هایی رو دارن، نارسایی بسیار به چشم خوره. اینا رو من نوشتم که فقط در زمینه خصوصیاتی که آدمین و همکاران باید داشته باشن، و امشب فعلا درباره گروه های فیسبوکی بحث نمی کنیم چون ممکنه که وقت نرسه، ولی بعدا میتونیم در این زمینه هم بحث بکنیم چون ارتباط داره به همین گروه ها. ولی این رو من نوشتم که الزامات مدیریت گروه در فضای مجازی. حالا اگر اجازه بدید من شروع میکنم و شما میتونید روی بند آن که یه نسخهشم برای شما فرستادم انگوش بذارید و انتقاد بکنید یا پیشنهاد اصلاح بکنید و خیلی مسائل دیگه که بین ما یه دیالوگی صورت بگیره که مفید باشه نسبت به چیز شنوندگان و بینندگان. بسیار ممنونم، شما شروع کنید، من اونها رو خوندم و به موقع به اصطلاح لازم اون رو میگم و از اون سوال. بسیار. الزامات مدیریت گروه در فضای مجازی، خصوصیاتی که آدمین و همکاران باید داشته باشند. الزاماً کسی که گروه در فیسبوک یا شبکه‌های موازی تشکیل میدهد، طبق اساسنامه آنها فرد مسئول و آدمین اول است که حق دارد در مدیریت صفحه اشخاص را دعوت، اخراج، کنترل، فعال، پربار، جذاب نمودن، ارتقاء فرهنگی گروه و موارد دیگر اعمال نظر و عمل کنند. و فرد یا تعدادی از اعضا نمیتوانند ایشان را از مقام آدمینی و سرپرستی حذف یا اخراج کنند. و او جهت همکاری بنابر تشخیص خود یا توصیه دوستان، افراد شایسته را برای همکاری انتخاب می کند. در اینجا من این پرانتز اضافه بکنم که من مشاهده می کنم یه تعدادی از این آدمین ها دوستان خودشون رو آدمین می کنند، مثل اون از یه حلوا به هم دیگه قرض دادن، بدون به توجه به اینه که شما کسی رو باید آدمین کنید که احساس مسئولیت داشته باشه و این نکاتی رو که من در اینجا میشمارم رو دارا باشه، که معمولا در غیاب ایشان ناظر بر گروه و اداره آن بدون تعصب کوشا باشند و در تشکیل گروه فرهنگی هیچ تضمینی در کار نیست که مؤسس و آدمین گروه شخصی مدیر، مدبر
و صلاحیت ایشان از سوی شبکه‌های اینترنتی در فضای مجازی تأیید و از فیلتر شایستگی عبور کرده باشد، بلکه برعکس به جز تعداد انگشت شماری که جهت روشنگری، افشاگری، نقد، بررسی و سایر امور هدفمند به میدان فرهنگسازی در راستای مقاصدی ترقی‌خواه، راهنمایی نسل جوان، دادن امید و شوق به زندگی، شوق به طبیعت‌گرایی، بهبود محیط زیست، بهداشت عمومی، احساس مسئولیت پذیری به جوانان، حذف مفاهیم مسموم مذهبی از روان افراد در جهت عرفی شدن فرهنگ، مقابله با نهیلیسم، پوچگرایی، بزهکاری، مهمل بافی، انگل پروری، گروه های واپسگرا، سازمان های ضد ترقی و تحول، نهادهای ضد آزادی، شبکه های استعماری، سایبری، دولت های مزدور، دست نشانده دشمن و نشان دادن دشمن مشترک، ملت به مردم جهت اتحاد و موارد دیگر گام می‌گذارند و راهکارهای گره‌گشا ارائه می‌دهند. با کمال تأسف مابقی افراد جاه طلب و مشنگولاهی که از فاز مذهب بر مدار آتئیستی، رنسانسی، دودمان‌پرستی و ایران باستانی بدون داشتن پشتوانه فرهنگی در حوزه‌های آن پریده و فرصت را غنیمت شمرده با عنوانی ملوس جهت ارضاء نفس، سرگرم کردن افراد با مسائل مبتذل، منظورم این گروه های کلکلباز و دخترباز رو نمیدونم از این مزخرفات، سرگرم کردن افراد با مسائل مبتذل به میل خود یا به دستور اشخاص یا سازمان های استعماری، دولتی، گروه تشکیل میدهند هستند. شرایط و صلاحیتی که عادی در این بخش دیگه شما سوالی ندارید؟ چرا، اتفاقا اول سوال ها میشه این که خود شما اساسنامه فیسبوک خوندید یا قوانین فیسبوک خوندید قبل از اینکه عضو بشید؟ بعد از اینکه عضو شدم اون قوانینش خوندم. بله، چون اینجوری که شما دارید میگید به نظر میاد که شما میخواین اساسنامه و قوانین فیسبوک اینجوری باشه و شما میتونید صفحه خودتون رو اینجوری کنترل کنید یا داشته باشید، یا میتونید امید و آرزوتون این باشه که یک فیسبوکی درست بشه که دولت‌های جنایتکار نیان، ادمین‌ها به دوستاشون نون قرض ندن، ولی تا بوده چنین بوده، تا هست چنین خواهد بود که اگر من بشم یه جایی رئیس، خب احتمالاً از دوستانی که میشناسم، از افرادی که باشون همکار بودم میارم سر کار میذارم، قول میدم مطمئن هستم اگر شما بشید رئیس یه دانشگاهی فردا، احتمالاً از اونایی که باشون کار کردید میارید، به خاطر اینکه بخواید آدم خوبی باشید نمیرید از غریبه ها بیارید، چون غریبه ها رو نمیشناسید. حالا این به کنار، شما اصلا فلسفه فیسبوک رو من فکر میکنم با یه جای مقدسی دارید اشتباه میگیرید. فیسبوک یه جاییه که 4 تا بچه جوان درست کردن، اصل روز اولی هم که درست کردن یقه همدیگه رو گرفتن، شکایت کردن، کارشون به دادگاه کشید که آقا این فکر من بوده، این فکر منو از من دزدیده، و اون طرف مایک فامیلش هم الان یادم رفته، زاکنبرگ هم چیزی یا سوکنبرگ، اون کلی هم به اینا پول داد که برن، چون خودش الان پولدار شده. شما میتونید مثل سوربی در اون تابلو رو ببندید، روی فروشگاهتون تابلوی نذارید برای مردم بیان مثلا ماشینشون اگه میخوان بفروشن بذارید، ولی اینکه دولت ها رو بکنید بیرون، افرادی که نمیدونن دنبال سکس هستن بکنید بیرون، فیسبوک اصلا باز گذاشته برای همین. فیسبوک میگه شما که میخوای نمیدونم دختر بازی کنی، برو اونجا بگو من یک پسر مجرد هستم میخوام دختر بازی کنم. پس من و شما قدرتی نداریم اونجا. بله، یه قدرت خیلی محدودی روی صفحه خودمون، روی گروه خودمون داریم. بفرمایید. بله، با قسمتی از صحبت‌های شما من موافقم، اما یه تعداد مطالبی درش هستش که با اونها موافق نیستم. مثلا قوانین فیسبوک این گونه باید باشد، من که صلاحیت اینه ندارم، البته میتونم پیشنهاد بدم، ولی قوانین فیسبوک رو درسته که 4 تا جوان رفتن این فیسبوک و شبکش رو راه انداختن،
ولی وقتی که روی ماهواره میره و در سطح جهان داره برای مردم برنامه پخش میکنه، امکانات رسانه‌ای در اختیار قرار میده که بسیار بسیار هم امکانات طلایی است و فرصت طلایی است در اختیار ما همه قرار داده که با هم دیگه در سطح جهان، مخصوصا ما ایرانی‌ها با بدنه جامعه در ایران در تماس داشته باشیم، ازشون بسیار هم تشکر میکنیم. اما تنها اون 4 تا جوان نیستن، بلکه دولت ها پشتش نشستن و اجازه میدن که یه همچین رسانه پرقدرتی در سطح وسیع عمل کنه. حتی همین عمل کرده فیسبوک بسیار به زیان خود همین دولت های کاپیتالیستی و امپریالیستی و دوست ها و خیلی چیزها به اینا ضربه های شدید زده، چون بسیار افشاگری ها داره صورت میگیره. شما در نظر بگیرون آقای آسانج بود که بود بلند شد رفت توی اونجا فرار کرد، یه سری افشاگری ها درباره آمریکا و اروپا و سیاست هاش کرد، اینا همه به مدد این فیسبوک و شبکه های موازی صورت گرفت. ما باید خیلی هم ازشون تشکر بکنیم. خب اونو به عنوان یه حرکت بد شما در نظر میگیری یا به عنوان یک افشاگری و به اصطلاح حرکت خوب که دست دولت ها رو باز کرد؟ بله حرکت خوب. به خاطر این هستش که شما در نظر بگیرید قبلا رسانه ها تماما در اختیار دولت ها بود، مثلا رسانه هایی که صوتی و تصویری غیره در جمهوری اسلامی همه در اختیار دولت، اما الان یه دونه شبکه مثل فیسبوک و نمیدونم تلگرام و اینستاگرام و اینا باز شدن که از انحصار دولت ها خارج شده و مردم با اینا در تماس هستن و بسیار افشاگری ها صورت میگیره. کوچکترین اطلاع اخباری که در ایران در یه جا اتفاق میفته ما هم در بیرون خارج کشور اطلاع پیدا میکنیم و نسبت به این واکنششون میگیم و این باعث میشه که دولت ها مثل سابق دیکتاتوری و اون صورتی که دلشون بخواد نتونن عمل بکنن. من درست متوجه کمک میکنه به مردم، به بدنه جامعه. بله من درست متوجه نمیشتم یا گفتای شما ضد نقیزه. از یه طرف میگید که این آزادی خوبه که فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، اینترنت کلا به وجود اومده، اینها را از انحصار دولت ها آورده بیرون، از یه طرف بلا فاصله میگید خب باید کنترل باشه و الا کنترل نباشه چنین میشه. خب اون کنترل رو اگر قرار دولت ها بذارن، یعنی باز شما بیشتر مایلید که این انحصار بره در در دست دولت ها باشه، و الا چه کسی به غیر از دولت ها میتونه این انحصار رو هم داشته باشه هم اجرا کنه؟ ببینید آقای ساربی، من درباره آزادی، آزادی عمل افراد اصلا بحث نکردم. هر کس میتونه هر جور که دلش بخواد عمل بکنه منطبق با اجازه که قانون میده. من در اینجا فقط درباره عملکرد آدمین ها دارم صحبت میکنم. یعنی یک نفر بلند شده رفته یک گروه تشکیل داده و طبیعتاً چون سرپرست گروه هم هست خودش رو ریاست رئیس میدونه و دیگران رو هم دعوت کرده اونجا و عمل کردش به خاطر دیگه اطلاعات کافی نداره، پشتوانه فرهنگی نداره و خیلی چیزایی دیگه که در اینجا من دارم اشاره بهش میکنم، عمل کردشون غلطه در حوزه فقط ایرانی زبان ها. در بین فرانسوی ها انگلیسی ها ممکنه اطلاعات طور دیگه باشه، بهتر دارن عمل میکنن، ولی من دارم در این صفحات و گروه های فیسبوکی که مشاهده میکنم ببینم عمل کرده این آدمین ها بسیار نارساست، چون که بسیاری از 99%شون افراد بی سوادی هستن و قد به خاطر جا طلبشون رفتن اونجا گروه تشکیل دادن و اونجا کل کلی کل کل میکنند. به نظر من این اشکال نداره، این مثل یه آگهی استخدام هست که وقتی شما مثلا میخواین یه نفر رو استخدام کنید که کارهای دفتریتون انجام بده، میگید این شخص باید این مدرک حسابداری داشته باشه، مدرک منشی، هر چی داشته باشه، این ساعت بیاد اون ساعت بره. ولی این که شما یه چیزی رو به صورت عمومی گذاشتید و برای همه ادمین ها بخواین تعیین تکلیف کنید، مثل این میمونه که به همه شرکت ها بگید که اونایی که میخوان حسابدار شما بشن حتما باید مثلا دارای فوق لیسانس باشن، ضمن این که ممکنه یه شرکتی انقدر کوچیک باشه که من بی سواد رو هم به عنوان حسابدارش انتخاب کنه. پس شما میتونید برای اون گروه هایی که شما تشکیل دادید شرایطی رو بذارید که ادمینهاش اگر شامل این شرایط هستن باشن، اگر نیستن شما خیلی قشنگ اخراجشون کنید. بله من هم در اینجا اشاره کردم که این آدمین ها
جهت همکاری بنابر تشخیص خود یا توصیه دوستان افراد شایسته را برای همکاری انتخاب میکنند. افراد شایسته طبیعتاً دارای خصوصیاتی هستش. حالا شما هر کس رو که نمیتونید بردارید بیارید توی هر شغلی که میخواید بگذارید، باید برید دنبال متخصصش. شما در نظام پزشکی فقط باید اونایی که پزشکی خوندن رو بیارید بذارید سر کار. بله. کسی که معماری خونده درست ممکنه اونجا بتونه کاری بکنه، ولی شاخه معماری جوابوی نظام پزشکی نیست. این هستش که من در اینجا میگم انتخاب میکنند که معمولا در غیاب ایشان ناظر بر گروه و اداره آن بدون تعصب کوشا باشد. بله. و در تشکیل گروه فرهنگی هیچ تضمینی در کار نیست. اینجا من دارم به آزادی عملی که فیسبوک در اختیار قرار داده اشاره میکنم. در تشکیل گروه فرهنگی هیچ تضمینی در کار نیست که مؤسس و آدمین گروه شخصی مدیر مدبر و صلاحیت ایشان از روی شبکه‌های اینترنتی در فضای مجازی تایید و از فیلتر شایستگی عبور کرده باشد. خب همینجا این دوست به کسی نمیگه آقا تو دکترا داری یا نداری ده. یا مثلا می‌بینی سوادت چقدر، اجازه داده هر کس حتی بدون عکس واقعیش و اسم جعلی و عکس جعلی میتونه بیاد صفحه باز بکنه. البته اون شما و من میتونیم ریپورت کنیم بگیم که این قانون فیسبوک رو رعایت نکرده، اساسنامه رو زیر پا گذاشته، شرایط بازی رو رعایت نکرده، اخراجش کنید و فیسبوک این کار انجام میده. ولی این دوست ما که وکیل واقعا موفقی هم هست نوشته، یعنی چی؟ منظور شما اینه که ادمین ها باید جواز بگیرن، باید برن امتحان بدن چه جوری و چه کسی میتونه به اصطلاح اون مرجعی باشه. ببینید من اگه میخوام اینجا رانندگی کنم باید برم گواهینامه بگیرم، ولی اگه خواستم توی مزرعه خودم رانندگی کنم فقط اون پدرم که صاحب مزرعه هست اگه ماشین رو در اختیار من بذاره برم بزنم به درخت و اینا، هیچ کسی به من کاری نداره. ولی اگه اومدیم توی سوسایتی، توی جمع شهروندی، اون وقت شهر یا فرمانداری قانون میذاره. مثلا همین الان سوال شده، این دوستمون میگه که مگه قرار همه گروه ها گروه فرهنگی باشن؟ ضمناً این دوستان رو بعداً نوشته هاشون رو شما روی فیسبوک میتونید بگیرید یا همین الان اگه میخواین میتونید خودتون بگیرید و جواب بدید. ببینید عزیزم، من در اونجا اشاره کردم که خب درسته که تشکیل گروه فرهنگی، تمام این گروه ها گروه فرهنگی هستن، چرا که فرهنگ تعریف داره، فرهنگ کلیه دستاوردهای مادی و معنوی انسان فرهنگ نامیده میشه. حالا اگه یک کسی هم رفته یک گروه باز کرده، در عمل یک کار فرهنگی است. حالا بعضیا از این گروه ها تخصصی است، مثلا گروه هایی که من دارم عموما سیاسی اجتماعی هستن، یه تعداد دیگه هستن که درباره مسائل سیاسی و غیره این حرفا دارن چه میکنن، و گروه های دیگه هستن تخصصی هم فقط درباره جهان باستان و ایران و فلان. و بسیاری از اینا به منم حتی توضیح دادن که پست های مربوط به موضوع رو بگذارید و الا مثلا من حذف میکنم، و خیلی هم حذف کردن. اینو من میدونم. این است که حالا اگر از شما بیان آقای سربی یک نفر بپرسه که من میخوام یا همچین کاری که شما دارید میکنید رو مشغول بشم و باز بکنم و ادارش بکنم، خب اومده پیش شما، شما چی بهش میگید؟ یعنی یه چیزی مثل تلویزیون مردم صفحه شد؟ بله، مثلا مثل یه چیزی مثل تلویزیون مردم یا میهن تی وی یا رسانه‌های دیگه. مثلا اولین نصیحتی که بهش میکنم اینه که اون قسمت پست رو برای عموم ببند، ولی بنویس که هر کسی میتونه از طریق مسیج برای شما مسیج بذاره، شما اگه اون مسیج رو پسندیدید میتونید نصبش کنید، درست عین خونه خودتون. من در خونم رو باز میذارم به قول خود شما روی دوستانی که بهشون اطمینان کرده باشم. درست ممکنه اینجا وقتی اومدیم آمریکا اصلا خونه ها درش هم قفل نداشت و باز بود و اینها، ولی الان شما فیلم ها رو اگه نگاه کنید، خونه هایی که تو نیویورکه از بالا تا پایین 6 تا 7 تا قفل محکم زدن پشتش. یعنی همین جوری که جامعه عوض شده و بد شده به یه نوعی، تعداد قفلا زیاد شده. ولی اگه کسی از من بپرسه آقا من میخوام یه صفحه‌ای درست کنم برای میدیا، اولین نصیحتی که میکنم میگم شما در رو ببند، صفحه رو باز کن، به مردم بگو که من اینجا اینو مینویسم، شما میتونید کامنت بذارید،
خیلی قشنگ شما گفتید. اگه در رابطه با این چیزی بود که من گذاشته بودم گذاشتم، اگه نه یکی دو بار بهتون اخطار میدم، این بازی فوتبال، بار سوم بهتون کارت قرمز میدم، فیسبوک هم این اختیار رو به من شما داده که اونا اخراج کنه. نصیحت من اینه که ضمن این که صفحه عمومیه، ولی قوانین خودتون را همون اول به مردم بگید که قانون من اینه که روی دیوار ما هر کسی نمیتونه بیاد خط کشی کنه. ببینید آقای سروی، منظور من این حرفا و یا این شاخه توضیحات نبود، بلکه من موضوع رو ساده‌تر بگم. یه نفر میره پیش یک صاحب یک کیوسکی، بهش میگه که آقا من میخوام کیوسک باز بکنم. اون کیوسکی بهش چی میگه؟ میگه اول ازش میپرسن که چقدر سرمایه داری و چقدر وقت آزاد داری و چقدر تجربه داری درباره امر کیوسک. اینا اساسی ترین سوالاتشه، یعنی اینه که اول سرمایه، دوم سرمایه عملی یعنی تجربه، و سوم توانایی های جسمی فرد. اینا رو میپرسه، میگه مثلا ببینید اینقدر دارم، میگه کمه، یا مثلا ببینید اینقدر دارم، میگه کافیه. بعد پاراگراف های دیگه شروع میشه. حالا یه نفر میاد از شما میپرسه که آقا من میخوام همین کاری که شما در اینترنت، یه تلویزیون اینترنتی باز کنم. حالا بعد مسائل بعدی سر جای چیکار باید بکنه؟ شما ابتدایی ترین اطلاعات رو در اختیارش قرار میدید. منم در اینجا دارم به این آدمین ها، فقط آدمین ها دارم راهنمایی میکنم که آقایون خانم ها، شما این نکات رو در اداره گروهتون باید رعایت کنید. و من میگم که خانم این افراد، بعدم ادامه میدم تعداد انگوش شماری که جهت روشنگری، افشاگری، شما الان تمام کاراتون همون روشنگری و افشاگریه توی اون رسانه، نقد و بررسی و سایر و امور. خب من دعوت کردن اونجا درباره مثلا استان فرنسی دارم نقد و بررسی میکنم و سایر امور، هدف من و چندین نفر دیگه هم در مردم تیوی دارم فعالیت میکنم، هر کدوم در یه شاخه داره هم افشاگری میکنه هم داره نقد و بررسی میکنه. هدف من به میدان فرهنگسازی در راستای مقاصدی ترقی خواه. حالا اگر یک نفری بیاد از شما وقت بگیره و شما را به خدمت بگیره، بیاد اونجا مهملات سر هم بکنه، که خب طبیعتاً باهاش همکاری نمی‌کنید، میگه آقا اینجا من شما رو دعوت کردم که درباره این موضوع روشنگری کنی و استدلال‌هایی که می‌کنید منطبق با منطق باشه و استنتاج‌هاتون هم منطبق با واقعیت، در غیر این صورت حرفای شما شعرورگویی است. من بارها دیدم که شما با افراد دیگه دارین صحبت می‌کنید، در مقابلش در اومدید گفتید آقا اینجا اینطوری در نمیاد، اونجا اونطوری میشه. خب راهنمایی های نسل جوان شما در نظر میگیری، ببینید یه آدمین وقتی که داره میبینه، من توی یه صفحه به یکی از این آدمین ها بهش اشاره کردم، یه آقای اومده یه عکس گذاشته درباره رگ زنی، رگ با تیغ چجوری رگ بزنه، رو یه سری حرفای مزخرف نوشته، و رفتم به آدمینش گفتم آقا به این توضیح بدی، اینطور مسائل گذاشتن توی فیسبوک جرم محسوب میشه و تشویق به خودکشی هستش، آمار خودکشی در ایران بالای 60,000 نفره. بلافاصله تشکر کرد، اومدید. خب این وظیفه منه که من اونجا به توضیح بدم که آقا یه همچین مزخرفات رو اونجا پخش نکنید. خب نسل جوان، دادن امید و شور به زندگی، که اینجا رو من خوندم و حالا این بخش رو ما در نظر میگیریم، ازش میگذریم. بعد دستور دولت تشکیل میدن شرایط و صلاحیتی که آدمین و همکاران باید داشته باشن. و وقتی که من اونجا اون حکم رو دارم میدم، میام حالا میگم که این آقایون و خانما چگونه باید باشن. یک، آدمین از 7 روز هفته دست کم 5 روز باید در گروه باشد. اینو به این خاطر دارم میگم که بعضیا فقط از روی جاه طلبی میاد میره گروه تشکیل میده. تا حالا من با 10 نمونهش برخورد کردم، بعد خودش جمع میشه میره و گروه رو میندازه گردن مثلا ببینید، بعد این گروه بی سرپرست بمونه، یا آدمین های دیگه رو برمیداره، اونا هم نگاه میکنیم ببینید هر هفته یه جلسه یه ساعت میاد سری به گروه میزنه و یکی دو نفر بیرون میکنیم برا و میره. این هستش که دارم توصیه میکنم، میگم اون کسی که داره میاد گروه میخواد تشکیل بده، به این کار باید علاقمند باشه، وقت بگذاره. آدمین از 7 روز هفته دست کم 5 روز باید در گروه حضور داشته باشه. دو،
و اینا به مسئله فیسبوک اصلا ارتباطی نداره. دو، آدمین باید با سواد و از پشتوانی فرهنگی و دایره واژگانی بزرگ و توانایی نگاه از دور برخوردار باشد. چرا؟ برای اینکه مدیر یک گروهه و در این گروه افراد مختلفی میان اونجا میشینن و حرفهای مختلفی دارن میزنن و به شیوه های گوناگون. ایشون باید قدرت تشخیص داشته باشه که ببینی حرف این بابا درسته یا درست نیست و حتی راهکار بهش بده یا انتقاد بکنه یا تشویقش بکنه. سه، آدمین باید راهکار ارائه کند. که بسیاری از این آدمین ها رو که من دارم میبینم 99% اصلا بلد نیستن راهکار ارائه بدن، راهکار ارائه کنن. با افراد فعال، قلم به دستان، تاثیرگذار، گرافیک و ویدیوسازان همکاری، همفکری، مشورت آنها را تشویق و ادامه کار کنن. ببینین آقای سوربی، یک مسئله کلی در اینجا هست که چرا من این مطلب رو نوشتم. در این اروپا و اکثر کشورهای صنعتی که من دارم میبینم و آمریکا و کانادا، شما اگر یک مقاله بنویسید به یک روزنامه بفرستید، سردبیر روزنامه بلافاصله از شما تشکر میکنه و متر و مقیاس هم میذاره ببینه مقاله شما چقدر ارزش علمی و فرهنگی و بلان داره، در جا پولش در میاره میده به شما. اما در نزد ما ایرانی ها این گونه نیست. وقتی که شما، من بخواهم 10 سال پیش گفتم برای اون مجله مثلا آرش مقاله میفرستادم، گذشته از اینی که از من نه تنها که تشکر رو میکرد که این مقاله علمی رو برای من فرستادی، بلکه باید 100 مارکم بهش میدادم و 1000 جرم ایراد میگرفت، میگفتم اونا رو هم چه بکنه، بعد ایشون انتشار میداد. در صورتی که در این اروپا شما اگه برای یه مجله مطلب بنویسید، سردبیر مجله بلافاصله به شما پول میده. حالا در ایران اون دلیلش این بود که میگفت ما چون تیراژمون پایینه نمیتونیم به شما پول بدیم. میگفتیم خیلی خوب، از ما پول نگید، ولی شما از ما پولم دارید میگیرید. این هستش که این کاستی هایی هستش که در نظر ما ایرانی ها هست. حالا دامنه همون به مسئله تشکیل گروه هم گذاشته، طرف رفته گروه تشکیل داده، از من دعوت کردی که من برم مطلب بگذارم اونجا، ابدا نه تشکر میکنه نه لایک میکنه. و طلبکارم هست که من رفتم، اجازه داده من رفتم توی صفحش مطلب گذاشتم، میگم آقا لنگه این گروه شما 1000 تا تو صفحه من حضور داره، هیچ دلیلی نداره که من بیام با شما همکاری کنم. این هستش که اینا یاد نگرفتن که هر کسی که داره یک مطلب با ارزش میذاره تشکر کنند. آقای خداوند رو، شما همدانی هستید؟ ما نه خیر، ما همدانی با همدان ارتباط داشتیم، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ من از خدانهای جنوب زنجان بودن، ارتباطات اقتصادی و فرهنگیشون با همدان چیز میکردن چون نزدیک بود، ولی خودشون در تهران زندگی میکردن، ما هم در تهران بزرگ شدیم، ولی تابستون هم میرفتیم. دلیلی که پرسیدم، یکی از دوستان روی فیسبوک نوشته، اول بذارید به ترتیب بگم، یکی از دوستانمون نوشته که آقا اگه یه عده‌ای بخوان توی فیسبوک یه گروهی داشته باشن که جوک بگن، بخندن، اصلا خبرهای بد پخش نکنن، اصلا خبرهای دانش و فرهنگی رو پخش نکنن، آیا اینها به نظر شما اشکالی داره که دور هم جمع بشن؟ نه خیر، اشکالی نداره. از این نمونه صدها گروه وجود داره. اصلا ببین جوکفا تمام اونجا یه دونه هستش، گروهی هستش نزدیک 1 میلیون جمعیت داره. در اونجا فقط جوکباش میذارن. حالا حتی جوکای لجن اونجا داره میگذاره، آزاده. فیسبوک هم با این چیزا کاری نداره، اصلا ارتباط به فیسبوک نداره. البته فیسبوک اگه یه چیزی باشه لختی باشه، یه چیزی باشه درباره خودکشی باشه، یه چیزی باشه درباره انفجار باشه، یه چیزی باشه درباره خرابکاری باشه، همه رو شما حتی بدونی که به ادمینش بگید، به اونا بگید، اونا نگاه میکنه. در رابطه من بارها بهشون توضیح دادم، مثلا همون رگزنی رو تو قوانینش من خوندم یه جایی، تو درباره همین مسئله دیگه، آقا جان شما داری عکسی گذاشتی اونجا به جوانا داره یاد میده چگونه با تیغ رگ بزنید، بعدم یه سری شعرهایی هم نوشته، من بلافاصله آدمینش توضیح دادم، اونا پاک کرد، از منم تشکر کرد. بسیار ممنون. در رابطه با همدان که سوال کردم، این دوست اون آقای محمد حسین نوشته، حالا نمیدونم شوخیه یا واقعا منظورشون اینه، نوشته بیچاره ابو علی سینا از دست این همدانی ها در همانجا دق کرد و مرد. آقای محترم که فکر میکنم پسر خاله بنی صدر و پسر عمه شیرین عبادی هستی، لطفاً اینقدر دستورهای ضد و نقیض صادر و حکم ندهید.
این هم توی فیسبوک نوشتن الان برام. ما دستور صادر نکردیم. ایشون مثل که به محتوای مطلبی که من نوشتم توجه نکرده که راهنمایی من دارم میکنم. من دارم میگم آدمین باید راهکار ارائه کنن. یعنی پیشنهاده نه دستور. پیشنهاده بله، با افراد فعال. بله. نه اینی که هر زن قمری اومده اونجا داره یه چیزایی میذاره، با افراد فعال، قلم به دستان تاثیرگذار. بله. گرافیک و ویدیو سازان همکاری، هم فکری، مشورت و آنها را تشویق به ادامه کار کنند. بسیار ممنون. چه اشکالی داره؟ شما رفتی صفحه باز کردی، آدمین هستی، میاد از من میگه که آقای حسین تجربه دادید، من میام همه مساره بهش میگم، میگم آقا جان با این افراد اینطوری کار کن. بسیار ممنون. چهار، در رابطه ببخشید قبل از اینکه چهار شروع کنید، در رابطه با اینکه ایرانی ها استفاده صحیح از فیسبوک نمی کنن و خود منم خیلی وقتا از ایرانی ها ایراد میگیرم و معمولا ما فکر میکنیم که ایرانی ها با هم همکاری نمی کنن، کره‌ای ها بهترن، ما فکر میکنیم فرهنگمون توی فیسبوک خوب نیست، فرانسوی ها بهترن. من راجع به کره‌ای ها و فرانسوی ها نمیدونم، ولی چون در آمریکا زندگی میکنم همینقدر میدونم که فیسبوک رو آمریکایی ها از ما خیلی بدتر استفاده میکنن، به حدی که توش کشت و کشتار شده. تا حالا طرف میاد آدرس عوضی میده، میگه مثلا فلان موقع بیاین خونه من چیزا رو بردارید برید، یه وقت اون نشسته تو خونه نگاه میکنه اینه تو حیاتش مردم اومدن چیزا رو میبرن، زنگ میزنه به پلیس میگه چرا اینجوریه، میگن که خودت نوشتی تو فیسبوک، در صورت که یکی دیگه نوشته بوده. یعنی این سوء استفاده ها هست. ضمن این که من خودم هم یکی از اونایی هستم که ایراد میگیرم، مشکلات فرهنگی ایرانی رو میگم، ولی گاهی وقتی هم دیگه خودمون رو خیلی دست کم میگیریم و فکر میکنیم که مثلا فرانسوی ها یا آلمانی ها از فرهنگ خیلی بالا و والایی برخوردارن که واقعا این چنین نیست. ممکنه یه مقداری بهتر باشن، ولی دیگه اونها به اصطلاح تافته جدا بافته نیستن. بفرمایید اون قسمت چهارمی رو که میخوام. اما درباره همه این صحبت های شما به یک نکته اشاره بکنم. استفاده صحیح یا ناصحیح ارتباط داره به اطلاعات ما، یعنی پشتوانه فرهنگی بود که چقدر اطلاعات در اینا داریم. خب طبیعتا ایرانی ها هم مثل سایر ملت ها هستن، یعنی که من ازشون انتظار ندارم که صفحاتشون با بهترین متد ها بتونه دیارو بکنه. من چون اینا رو میبینم، نارسایی ها رو دارم میبینم، انگوش رو میذارم برای کاستن این نارسایی ها که بهتر بتونیم عمل بکنیم. من همینجا در صفحات آلمانی هم بعضی هاشون حضور دارم، در اونجا هم از این شریورها به چشم بکنه. مثلا به عنوان نمونه بارها من به این ایرانی ها توصیه میکنم که یک نفر یک تصویر وقتی که گذاشته، لطف کنین با تصویر صحبت بکنید، با تصویر گفتگو کنید و حتی از این تصاویر نگذارید که بعد یک یا دو مثلا ببینید یک چهار پنج دختر عکس، دو تا دختر عکسشو گذاشته اونجا و از کاربران خواسته که کدومش خوبه، یک یا دو، اونا میان یک یا دو، یک یا دو رو زدن اونجا. اینا در واقع نطق و بیان مردم رو باز نمیکنه. از اینا بخواید اگر بگید مثلا یک، چرا میگی یک خوبتره؟ به اینا تلاش بکنید از این پست هایی که فقط کاربر بیاد اونجا یه دونه یک بگذاره و مسئولیتش تموم شد بذاره بره، از اینا نگذارید. چرا؟ برای اینکه اینا رو تشویق نمیکنه به زبانشون را انداختن. ما یه ملت لال و کرکور هستیم، باید تلاش بکنیم که این ملت رو به زبان به وادار کنیم، زبان رو به کار بگیرن. زبان تنها برای برهیدن غذا نیست، کاربرد بسیار بزرگی داره. این هستش که این توصیه رو من میکنم. بعد یکی دیگه این که شما گفتید در آمریکا می استفاده رو میکنیم. ببینیم وقتی که رابطه انسان ها مثلا با این شبکه اینترنت فیسبوک در ابعاد جهانی شده، طبیعتا سوء استفاده هم در اون صورت میگیره و بسیاری از دولت ها اصلا که شبکه هایی دارن که همین اینا رو داره کنترل میکنه. عنوان نمونه همین دولت جمهوری اسلامی یه تعداد افرادی را که فرستاده تو تمام این گروه ها حضور دارن. عنوان نمونه یه تعداد مرتب میان از من که آدمین گروه هستم اجازه میخوان که وارد گروه بشن. من نگاه میکنم مثلا یکی عضو یه گروهه، یکی عضو 5 تا گروهه و تعدادی رو من پیدا کردم که عضو 1200 تا 2300 گروهه، چون تو اونجا وقتی که میخوای تاییدش بکنی مینویسه شناسنامه‌شو. بعد
میرم من قبل از اینکه تاییدش کنم میرم صفحهشو باز میکنم ببینم این چیه، میبینم هیچی توش نیست. خب این بابایی که مثلا مال کردستان هم هست و حدس میزنم این باید یه عامل سپاه سایبری باشه یا مثلا شبکه مخفی ایران باشه که اومده میخواد توی این گروه حضور داشته باشه. 2000 گروه دیگر هم داره و هیچ کاری هم نمیکنه، هیچ حرفی هم نمیزنه، پست هم نمیزنه. پس برای چی اومده؟ به خاطر اینکه ناظر بر گروه ها باشه و ببینه که دارن چیکار میکنن. خب ما اشکالی نداره، با وقتی تایید خواسته ما مجبوریم بهش بدیم. خب بپردازیم به مسئله 4. آدمین اول در گزینش آدمین های همکار با دقت و وسواس عمل کند و اجازه ندهد آدمین های دوم و سوم به میل خود بدون مشورت با ایشان اشخاص دیگر را آدمین یا از گروه اخراج کند. در اینه که من ببینم طرف نگاه میکنه میبینه یه گروهی رو 1300 نفر یا مثلا ببینه 15000 نفر داره، 17 نفر آدمین شدن. این نشون میده که به همدیگه نون قرض دادن، همدیگر کردن آدمین و اعتداد عشق آدمین شدن ریاست دارن که آدمین باشن اونجا. حالا چه کار دارن میکنن؟ هیچ کار. خب آدمین اول در گزینش آدمین های همکار با دقت و وسواس عمل کند و اجازه ندهد آدمین های دوم و سوم به میل خود بدون مشورت با ایشان اشخاص دیگر را آدمین یا از گروه اخراج کند و توجه داشته باشد تعداد آدمین ها هر چه بیشتر باشد آش گروه به همان نسبت شورتر می شود. چرا؟ میگم که هر کدوم از اونها بارها برای من اتفاق افتاده. نگاه میکنیم اینو اون آدمین اول و دوم سوم اینا با من دوست هستن و من مطالبم رو همین هایی که شما باش آشنا هستین میذارم اونجا. حالا یه آدمین دیگه اومده دیده این مطالب مثلا ببینید ضد سلطنته، آقا هم سلطنت طلبه، من رو اخراج کرد. همین دو ماه پیش یه ماه پیش اتفاق افتاد در یه گروهی به نام طلوع که 850000 نفر جمعیت داشت، من در اونجا مطلب میذاشتم، انبوهی از آدمین هاش همه سلطنت طلب بودن، خب منو گرفتن حسد. خب آدمین اول در گزینش آدمین های همکار با دقت و وسواس عمل کند و اجازه ندهد آدمین های دوم و سوم به میل خود بدون مشورت با ایشان اشخاص دیگر را آدمین یا از گروه اخراج کند. باید توجه داشته باشد تعداد آدمین ها هرچه بیشتر باشد آش گروه به همان نسبت شورتر می شود. 5. آدمین ها باید افراد شایسته و تاثیرگذار را منطبق با اهداف گروه. چرا میگم منطبق با اهداف گروه؟ هر گروهی دارای یه سری اهدافی هست، یه گروه سیاسی، یه گروه فرهنگی، یه گروه تخصصی درباره پزشکی، یه گروه درباره باستانشناسی. این هستش که افرادی که تو این گروه ها فعال هستن اینا را انتخاب بکنه، نه هر کسی رو برداره بیاره اونجا مثلا جمعیت گروه رو فقط بالا ببره. منطبق با اهداف گروه دعوت به همکاری و به آنها توصیه کنند که در مورد مطلب، تصویر و ویدیویی که به اشتراک می‌گذارند مسئول و جوابگوی پرسش‌ها و انتقادهای مطرح شده باشند و به افرادی که جهت سرکار گذاردن اعضای گروه مطلبی را پست می‌کنند و غیبشان می‌زند اخطار بدهند. چرا اینو من نوشتم؟ در همین گروه‌های من صدها نفر وجود دارند که میاد پستشو می‌ذاره و اونجا رفت. حالا افرادی میان اونجا ازش سوال میکنن، انتقاد میکنن، ایشون مثل اینه که گوش شنوا نداره، فقط پستشو گذاشته و رفته. پیدا من میزیرش مینویسم آقا در مقابل این انتقادها جوابگو باش و پاسخ بده. اینگونه نیستش که شما بیا یه مطلب بگذاری و بری فلنگو ببندی. چرا؟ برای اینکه وقتی جوابگو نباشی بحث گفتگو زیر پست شما صورت نمیگیره. حالا من نگاه کردم دیدم که بعضی آقا که صاحب پست هستش نیستش، افراد دیگه اومدن بحث گفتگو میکنن تا 300 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن. خب خود آقا کجا نیست؟ خب اینا باید تذکر بدن. 6. آدمین ها باید توجه داشته باشن که گروه فرهنگی سربازخانه و ندامتگاه نیست و مقررات بازدارنده برای اشخاص در اشتراک گذاری وضع نکنند. این حرف من این هستش که در مقابل اون آقایی که پرسیده بود که اینقدر قوانین نگذارید و فلانی حرفا، منم دارم میگم گروه فرنگی سربازخونه نیست، اینجا ندامتگاه و نمیدونم دادگستری نیست که تو بشینی اونجا چپ و راست بگی. هر کس اجازه بده اونجا
و طرف نگاه میکنه میبینه یک گروه داره 1200 نفر آدم توشه و هر داشته یک اساسنامه نوشته اونجا پست سیاسی ممنوع، پست نیفلان ممنوع، اونطوری ممنوع. خب بس برابری چی بیارن بگذارن اونجا؟ همینطوری مقررات اونجا ردیف کرده. میگم آقا جان مگه اینجا سربازخونه است؟ آقا خب آدمین ها باید توجه داشته باشن که گروه فرهنگی سربازخانه و ندارمتگاه نیست و مقررات بازدارنده برای اشخاص در اشتراک گذاری وضع نکنند. کسی را به علت انتقاد و به چالش گرفتن اندیشه افراد اخراج و بلوک نکنند. خب هفت، آدمین ها باید به افرادی که مطلب تصویری و نوشتاری اشتراک گذاری می کنند و انتظار دارند سایر اعضا جهت تأیید، تشویق و پربار کردن مطلب ایشان با لایک و پست گذاردن واکنش نشان دهند، خود صاحب مطلب هم وظیفه مند باشد در بحث های دیگران شرکت کند تا تبادل فرهنگی دو جانبه شود. خب این مسئله چه اشکالی داره؟ من دارم میگم آقا شما وقتی که پست اینجا گذاشتی باید جوابگو باشی. وقتی که میان ازت انتقاد میکنن بهشون جواب بدی. اونی که پشت میده برو بهش پشت بده، اونی که داره تشویقت میکنه شما هم تشویقش کن، ازش تشکر کن. همینطوری نیستش که یه چیزی بذاری و بری و رفت آقا فردا باز دوباره میاد اونجا یه مطلب دیگه میگذاره. خب هشت، آدمین ها جهت تنش زدائی کاربران را تشویق کند در واکنش به جای توهین، ناسزاگویی و ترور شخصیت افراد اندیشه آنها را به چالش بگیرند، اندیشه کی رو؟ یعنی صاحب پست رو، و انتقادهای سازنده کنند تا از یک سو نطق و بیانشان گشوده شود و از دیگر سو با شیوه های استدلال و استنتاج آشنا و در بکارگیری منطق ورزیده شود. این حکم چه اشکالی داره؟ من دارم اینا رو راهنمایی میکنم که چگونه باید شما عمل بکنید تا اینی که این گروه شما فعال و جذاب باشه. نو، آدمین ها کاربران را راهنمایی کنند که از سوی مردم حرف نزنند. شما تا حالا دیدی که بعضیا ور میشن که مردم بلان میکردن و شما توهین به مردم کردید و اینطوری کردید؟ میگم آقا شما مگه نماینده مردمی؟ سخنگوی اونا مگه هستی؟ خود مردم یه زبان دارن به پهنای فلک، به تو چه مربوطه؟ نماینده و سخنگوی خود انتخابی آنها نشوند، معلم ادب و اخلاق دیگران نگردند. بلافاصله برای همین پست‌های من که انتقاد از دیانت میکنم وارد میشه از چیز ادب که آقا شوگسته نیستی که شما فلانه یه حرفا باشی، معلم ادب من میشه، معلم اخلاق من میشه. نمیدونه، من بارها گفتم معلم ادب دیگران شدن یعنی گوی زیادی خوردن. توتیوار و ضرب المثل و توتیوار، ضرب المثل های کهنه و تاریخ مصرف شده تمام شده، عوام پسند شعار ندهد. بعضی ها نگاه میکنیم از حدیث و از نمیدونم قرآن و همینطوری پاس میاره خداوند در اونجا فرمود. بهش میگم آقای خداوند کجا هستش که چنین چیزی رو فرمود؟ چرا داری مهمل میبافی؟ اینا رو بچه مدرسه ای ها میخندن. اخلاق دیگران نگردن، توتیوار، ضرب المثل های کهنه و تاریخ مصرف تمام شده عوام پسند شعار ندهند. آدمین ها به کاربران توصیه کنند روی تساوی شعار رویسی نکنند و حرف خود را در کنار یا در زیر آن زمیمه کنند تا تصویر آسیب نبیند و پیامش مخدوش نشود. این رو من کی احساس کردم که باید بنویسم؟ همیشه در تمام اینجا دارم میبینم تصویر رو برداشته گذاشته روش هم شعار نوشته، اصلا دیگه تصویر رو شما نمیبینید. به عنوان نمونه یه نفری اومده بود یه دونه خونه روستایی توی اون چیز خونه بدوی ماله توی اون روستای کندوان رو گذاشته بود، روش هم برداشته بود، یه شعر هم نوشته بود و من بهش نوشتم که به خاطر اینه که روی این تصویر شعار نوشتی و اون رو به گند کشیدی لایک بهت مرحمت نمی کنم. خب این مقابله هست، یعنی اینه که این یاد گرفت که بعد از این روی تصاویر رو ننویسه. تصویر خودش زبان داره، برای خودش حرفی رو داره میزنه. خب و شما به صفحه فیسبوک نگاه بکنید، انباشته از اینطور تصاویری که روش مطلب نوشتن که اصلا به یه تصویر، اصلا هم خود مطلب مخدوش شده هم تصویر. اعضای گروه سعی کنن با تصویر شبیه کسی که اعضای گروه سعی کنن
با تصویر شبیه کسی که در مقابل آینه با خود یا با سایه خیش حرف میزند گفتگو کنند. ببینید من در اینجا اون زبان تصویر را بارها به اشتراک گذاشتم، بهشون یاد دادم که یک تصویر را وقتی که یک کسی یا هر کسی اورده گذاشته، شما با این تصویر حرف بزنید، یه سری مطالبی چه بکنید تا نطق و بیانشون باز بشه، تا بتونید با اون شیوه های استدلال و استنتاج آشنایی پیدا بکنید. و افرادی که پست میگذارن حداقل یک لایک مرحمت کنن، یعنی آدمین ها هر روز اعضای گروه سعی کنن با تصویر شبیه کسی که در مقابل آینه با خود یا با سایه خیش حرف میزند گفتگو کنن. 11 آدمین ها هر روز که بر گروه نظارت میکنن بر افرادی که پست میگذارن حداقل یک لایک مرحمت کنن، و از کسانی که مطالب با ارزش و دست اول اشتراک گذاری میکنن صمیمانه تشکر کنن که اصلا این کارا رو نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه طلبکارم هستن، فکر میکنم مثلا آقا اومده تو گروه این مطلب میگذاره، به این بدهکارم هست، منتم سرش میگذاره، در صورتی که هزارها از این گروه وجود داره طرف میتونه ببره تو اونجا بگذاره. 12 آدمین ها تصور نکنند که چون گروه تشکیل دادن رئیس دیگرانند و به جای تشکر طلبکار از اعضای فعال گروه باشند که اجازه دادند ایشان مطلب در گروه اشتراک گذاری کنند. یه دختر خانومی درباره همین شماره 12 نوشته بود که 1000 لایک داره آقا، که بعضی از اینا انقدر پررو هستن که نهات میکنه، همین تو همین مطلبی که من گذاشته بودم جواب داده بود که شماره 12 شما واقعا میگه 1000 لایک داره. 13 آدمین ها برای جلوگیری از پست های مستهجن که عموما از طرف سپاه سایبری طراحی و آلوده به ویروس هستند، چون این تصویر مستهجن که گذاشته اون زیرش یه لینک داره، میگه شما میخوای مثلا اینجا ببینی که یه سگ داره با یه زنی داره سکس میکنه، لینکو بزن. اون لینک وقتی که میزنی ویروس میگیره کامپیوترتو، سرعتش اول بیاره پایین، هرچه تعداد از اینه بیشتر بزنی کامپیوتر شما انباشته از ویروس میشه. آدمین ها برای جلوگیری از پست های مستهجن که عموما از طرف سپاه سایبری طراحی و آلوده به ویروس هستن، نباید گزینه اجازه از آدمین بر دریچه اشتراک گذاری نصب کنند، که از یک سو توهین به اعضای گروه هست و از دیگر سو باعث ریزش اعضای گروه فرهنگی سیاسی می شوند، بلکه جهت مقابله باید فرد بزهکار را، یعنی کسی که اون فیلم مستعجن گذاشته، از گروه اخراج کنند. اما قبل از اخراج ببیند چه کسی او را دعوت به گروه کرد و بعد از حذف نفر اول دومی را هم اخراج کند، و قبل از اخراج نفر دوم توجه کند که چه کسی نفر دوم را وارد گروه کرده و او را هم حذف کند تا یک شبکه مزاحم متلاشی شود. من بارها این کارا را کردم در اداره گروه ها و نتیجه مثبت گرفتم، به همین خاطر که اینو نوشتم اینجا راهکار دارم اداره میدم. 14 آدمین هایی که ابتدا در گروه های دیگر فعال بودند، همین که خود گروه تأسیس می کنند دیگر با گروه های دیگر همکاری نمی کنند و تنها در گروه خود نشسته ریاست می کنند و گاهی اوقات از روی اکراه به افراد انگوش شمار تنها یک لایک مرحمت می کنند، که رفتاری است بسیار ناشایست که حکایت از عدم درک آنها از همکاری یا در همکاری فرهنگی است. این مسئله رو من بارها دارم مشاهده میکنم، آهای تو گروه من داره فعالیت میکنه، حالا رفته خودش گروه زده، منم دعوت کرده اونجا، منم میبرم میذارم اونجا، اما خودش دیگه هیچ همکاری با گروه های ما نمیکنه. میگم آقا شما چرا همکاری با ما نمیکنی؟ من بعد از این با شما همکاری میکنم به شرط اینکه شما بیاری مطلب بگذاری توی این گروه های ما، من که نمیتونم همه مطالب رو من بیارم میذارم، هر کس توی یه شاخه‌ای داره یه مطلبی میاره بیار بذار تو اونجا. و بعضی های دیگه هم هستن که فقط یه دونه صفحه توی فیسبوک باز کرده مثل خاله خصوصیش، فقط تو اونجا ما رتب 24 ساعت هم پاپسن گذاشته هم هستش، 24 ساعت میره مطالب میاره میذاره توی خونش، توی یه دونه دو تا لایک هم میگیره. میگم آقا جان یک گام از خونت بیا بیرون، این مطلبی رو که شما توی خونت گذاشتی بیا توی این گروه هم بگذار که تعداد بیشتری اینو مطلع بکنه، همکاری نمی کنه.
آدمین هایی که ابتدا گروه اینه خوندم اینجا رفتار بسیار ناشاده است که حکایت از عدم درک آنها از همکاری فرهنگی است. موارد برشمرده الفبای سرپرستی گروه در فضای مجازی است که با تعصب بسیار 99% از آدمین ها به اصول اولیان آشنا نیستند. میکروفون در اختیار شما آقای سربی. خیلی ممنونم. سوالی ندارم، فقط دوستان روی فیسبوک دارن چیزایی می‌نویسن. آقای محمد حسین هم شوخی کرده، میگم با خودتون مستقیما تماس بگیره چون این برنامه روی فیسبوک شما هم داره پخش میشه و من هنوز هم بر اون باورم که شما فیسبوک رو خیلی جدیتر از اون چیزی گرفتید که اصلا هدف اینها بوده و حقیقتا میگم من فکر میکنم خودتون رو هم یه مقداری دارید اذیت میکنید. به نظر من اون که شما میگید یه نفر یه صفحه شخصی درست کرده، اتفاقا فیسبوک اجازه میده که من یه صفحه‌ای درست کنم برای خودم، خانمم، دخترم، پسرم، عکسای خودمون رو بذاریم، عکسای نوه‌مون رو بذارم و همه این شرایط رو هم گذاشته که چه کسی وارد بشه، چه کسی وارد نشه. و من باز میگم این نظر منه، شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید و دوستان هم میتونن نظرات خودشون رو بنویسن. اصلا این چیزایی که اگر اون نگاه میکنه خوشش میاد پس باید لایک رو بزنه، به نظر من اصلا اینها اهمیت نداره و نباید وقتتون رو برای این تلف کنید. در صورت دوستان برنامه رو شنیدن، این نوشته روی فیسبوک خود آقای یزدان خداوندلو هم به طور کامل هست و میتونن باز نظر بدن. این ویدیوها هم در فیسبوک ایشون به صورت بایگانی باقی مونه، هم در فیسبوک تلویزیون مردم. من مال خودم رو بر میدارم چون یوتیوب رو میذارم، ولی مال این دوستان فیلمهاشون ویدیوهاشون میمونه تا هفته آینده. ضمناً این برنامه هم هر روز از تلویزیون مردم حداقل یک بار، گاهی وقتا دو بار روزانه پخش میشه و هر کسی میتونه تماس بگیره. خیلی ممنونم که این دوستان وقت میذارن و جوابگو هستن. باز هم به صحبت‌های شما گوش میدیم. یادآوری میکنم که آقای یزدان خدابندلو رشته ای رو که کار کردن سالها و الان بازنشسته هستن رشته آسیب شناسی است و این برنامه هم حقیقتا آسیب شناسی فرهنگی است. شاید به همین دلیل هست که ایشون بیشتر از من و افراد دیگه به اصطلاح وقت میذارن و بیشتر نگران این موضوع هستن که داره به این صورت پخش میشه و هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه. بفهم آقای صاحب، قبل از اینکه به مطلب بعدی بپردازم در رابطه با صحبت های شما، این صدای من و شما قطع و وصل میشه. من صدای شما رو میشنوم. شما گاهی وقتا باید صدای میکروفونتون رو ببندید باز کنید که اون صدا دوباره به اصطلاح پیجواک پیدا نکنه. خب من الان اینو میبندم اینجا رو که شاید اینطوری هست. خب ببینید، یکی این درباره صحبت کردی صفحه خصوصی. ما هم خودمون مثلا خداوند روی صفحه خصوصی داریم که فقط مطالب خداوند روها در اونجا پخش میشه. همینطور شما هم مثلا ببینید صفحه خصوصی دارید خانوادگی است. من با اونا کار ندارم، اون صفحه تخصصی است، فقط ما رو مربوط به خانواده است. من دارم با آقای صحبت میکنم، خانومی که خودش در گروه ما فعال بوده رفته گروه زده بسیار. حالا منم دعوت کرده که در گروه من اول خوشحال میشم باشم کنم، بعد میرم مرتب یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه توی گروهش مطلب میذارم، بعد نگاه میکنم میبینم این آقا دیگه اصلا با گروه های دیگه همکاری نمیکنه، نشسته تو خونه خودش و انتظار داره که ما بیایم بریم اونجا توی این گروهش مطلب بگذاریم و صفحش رو فعال نگه داریم. میگم بس آقا شما چرا با ما همکاری نمیکنید؟ همکاری فرهنگی دو جانب است عزیز جان. این استش که من با اون گروه های خصوصی خانوادگی کار ندارم، اونا مربوط به خودشونه، فیسبوک هم اصلا به مربوط به فیسبوک هم نیست. اما این موضوعی رو من برای شما توضیح بدم درباره این مطلبی که گفتید که من آسیب شناس هستم کوتاه فشرده. یه حدود 3-4 سال پیش توی این خیابان رفته بودم سوپرمارکت، وقتی که داشتم وارد می شدم همراه هم منم دیدم یه آقای اومد و دست زد این شونه من، خدا بدلو نگاه کردم دیدم ایشون یکی از همکارای ما در چیز آزمایشگاه بود. بعد
و همینطوری که ما توی سوپرمارکت می‌خریدیم و چیزامون رو می‌خریدیم با هم دیگه صحبت کردیم که چیکار می‌کنی و فلان می‌کنی، و بعد وقتی که اومدیم من بهش گفتم که تو می‌خوای بدونی من چیکار دارم می‌کنم، بیا بریم خونه. برداشتم آوردمش خونه، اینجا فیسبوکم باز کردم نشوندم در مقابلش و گفتم که آره دارم چیکارا میکنم. همه مطالبی رو به صورت آلمانی ترجمه بهش میکردم و میگفتم و این مرتب میگفت interessant interessant wunderbar، یعنی بسیار جالبه، wunderbar wunderbar. بعد یه حرفی به من زد، گفت هر خداوندلو، آقای خداوندلو، این یک حادثه است که شما در آزمایشگاه آسیب شناسی خوندی، اونجا کارت با میکروسکوپ بود، حالا که بازنشست شدی اومدی نگاه آسیب شناسیت رو متوجه جامعه کردی و این مطالبی که داری میگی معلوم استش که اون اطلاعات آسیب شناسیت در اینجا معطوف جامعه شده. و خب طبیعتا وقتی هم میدید که من این همه کتاب دارم و مطالعه میکنم و همیشه هم میدونست من اهل مطالعه هستم، میگفت این یک حادثه است که یک فردی از آزمایشگاه آسیب شناسی بافت و سلولی نگاهش معطوف جامعه کرده، این محصول اون اطلاعاته، محصول این رشته کاری منه. طبیعی هستش که انتظار من ندارم کسایی که اصلا سواد ندارن بیان مثلا مطالب علمی بنویسن، فلسفی بنویسن. خب مطلب دیگه ای که من جهت راهنمایی دارم، مرتب اینا رو می نویسم و انتشار میدم جهت راهنمایی هموطنانم، می بینم در این گروه ها یه تعدادی هستن که مقاله گذاشته اونجا حجم مقالهش 3-4 صفحه دیناچهاره و بعضی هاشون معلومه که از جایی دانلود شده، کپی شده. من به اینا توصیه بکنم عزیز جان این مطلبی که شما نوشتید اینجا، البته مطلب رو من میخونم میبینم که حاشیه روی و شعر ورگویی و بسیار چیزهای دیگر یارو نیست، میگم عزیزم این مطلب رو میخوایی شما انتشار بدی، قبل از اونجا در اون بالا روح مطلب رو در 4-5 جمله یا مثلا ببینید تو 2 بند یا پاراگراف اینا رو بنویس، درست مثل کسی که بیاد از شما بپرسی که آقا این موضوع مطلب درباره چی میخواد صحبت بکنه، شما ناگزیرید که یه سری حرف بزنید، همون حرفا رو اون بالا بیاد بگذار، بعدم این پایین لینک این رو بگذار اینجا، یعنی اینو کوتاه و فشرده و در حد حوصله خوانندگان فیسبوکی بکن. اینطور که میگذاری میبینی هیچ کس نمیخونه چون طولانیه، بعضی ها میگن طولانی بود نخوندمش، به همین خاطر نوشتم آینه نگارش. این آینه نگارش نه برای نوشتن مقالات در روزنامه ها و کتاب ها، بلکه برای انتشار مطالب در فیسبوک هست. آینه نگارش خصوصیات، میتونید شما لطفا اون لوگوی آینه نگارش رو هم اون عکس رو نشون بدید؟ بله بله، یه دونه تصویر اونجا من ارائه دادم که ها میکنه چیز آینه نگارش رو نشون میده اونجا. البته این متاسفانه با قرمز توی آبی نوشتن که رنگ خوبی نیست، ولی من نشون میدم در هر صورت. آها خب در هر حال من ممکنه رنگاشو عوض بکنم بعدن که تجلی بهتری داشته باشه. بله. خصوصیات مقاله علمی منطقی از نظر فرم شامل عنوان، مقدمه و متن اصلی، درست مثل اون تصویر. یک، عنوان بیانگر روح و اساره مقاله است و چند کلمه نباید تجاوز کند. دو، مقدمه زمین ساز بحث اصلی که رؤوس کلی در آن مطرح و چند جمله خوشتراش، خوشاهنگ و نافذ تشکیل تا بستر ورود به بحث اصلی آماده شود. سه، متن اصلی، به این قسمت بیشتر توجه کنید. در این بخش اصل موضوع مطرح و عموما با یک یا دو سوال آغاز شود و پرسش ها ابتدا باید تعریف کردند.
دیدین یه روزی من درباره امر تعریف با شما صحبت میکردم؟ بله بله. که میگفتم شما درباره هر چیزی میخوای صحبت بکنی، سعی کنی ابتدا اون رو تعریف کنید تا جنبه مطلب شما جنبه علمی پیدا بکنه. خب و توجه هم داشته باشید که تعریف، امر تعریف، حکایت و داستان سرهم کردن نیست، بلکه فرموله کردن اونه. خب در تبیین این قسمت نکات زیر باید رعایت شود. یک، متن باید ساده، روان، جذاب، سریع، روشن و با سریش منطق مطالب به هم پیوسته به بیان گردد. دو، از آوردن عبارات مبهم، واژه های نامعنوس و پیچیده پرهیز شود. سه، از بکار بردن بیمورد حروف اضافه و ربط در متن پرهیز و به جای آنها از ویرگول، خط تیره و نقطه گذاری استفاده شود. چهار، از تعبیرهای نامناسب، عامیانه، بلنب سرائی، فضل فروشی، سخنان قصار، حاشیه روی های بیبوره، اشعار لوسمنش، رود درازی عوام پسند، مثال های بی رفت و گمراه کننده، کلمات ناروا، رکیک، غیر اخلاقی اجتناب و در بکار بردن فعل صرف جویی شود. طرف یک دونه جمله رو داره می نویسه، چهار تا بود 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 از نوشته، یا واقعا یه دونه بود اونجا بگذار، بقیه طرف بقیه شامل رو در اون انتهای بود بگذار که شامل همه بشه. درست مثل این شعر نیما میگه اصل بود و آفتاب زرد کشتابی، یعنی بود، بود و برداشته، اصل بود و آفتاب زرد کشتابی، برکه بود و بیشه بود و آسمان باز. اون بود آخری رو باز دیگه برداشته. اینا رو باید در نوشتن نکات در نصف باید رعایت بکنن. کلمات ناروا، رکیک، غیر اخلاقی، اشتراک و در بکار بردن فعل صرف جویی شد. پنج، نویسنده ابعاد سگانه ساختاری، محتوایی و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار داده و تلاش کند بدون استفاده از مغلطه و سفسطه های رایج مجهولی را معلوم و مطلب را فشرده بیان. شش، تصویر اگر زمینه متن می شود باید زبانش مکمل، همسو، همکنش، همبود، هم‌آوا و هم محتوای متن باشد تا از دو سو بر روان بیننده و خواننده تأثیر ژرف‌تری گذارد. هفت، ارسطو در کتاب فن خطابه می نویسد درباره مطلب سنگین به طور عادی و در مورد مطالب پیش پا افتاده جدی صحبت نکنید. شکل انشای منصور باید نه موزون باشد نه عاری از وزن، چون شکل موزون با ظاهر تصنعی اعتماد شنونده را از بین میبرد. زبان نثر باید متصل بوده و بخشهایش جز با کلمات ربط با چیز دیگری به هم متصل نشده باشد. در این بخش شما سوالی یا مطلبی دارید که بیان کنید؟ نه، من صحبت های شما من رو یاد آقای شاملو انداخت که ایشون هم یه بار توی کالیفرنیا که اومده بودن میگفتن که به اصطلاح درباره همین آیین نگارش همین کار رو توی برنامه سازی ویدیو و آدیو اینها هم یک مقداری یاد میدن که به اصطلاح از حرفای تکراری یه مقداری دوری کنید و این چیزایی که میگید اگه رعایت کنن خوبه، ولی بحث من اینه که لزوماً همه نباید به یه طریق بنویسن، همه نباید به یه طریق، ولی همه ما میشیم نیمایوشیک، همه ما میشیم احمد شاملو، همه ما میشیم آقای یزدان خدابندلو. من میگم سربی یه نوع برای خودش صحبت میکنه، آقای خدابندلو یه نوع برای خودش صحبت میکنه و همین زیبایی جامعه است. آقای سروی بفهم، همه یه جور باید بنویسن، اون یه موضوع دیگه است. ما در اینجا درباره آیین نگارش داریم بحث میکنیم. شما طبیعتاً بر اساس سلیقه خودتون
یا مثلا یه آدمی هستید که به جوک و طنز علاقه دارید، مطالبتون رو طنزآمیز می نویسید، اما در موقعی که دارید می نویسید این نکات باید رعایت بشه. ما با محتوای حرف شما کار ندارم، ما به همین خاطر هستش که انواع اقسام رمان داریم، انواع اقسام شعر داریم، انواع اقسام سخنوری داریم. روی حساب هستش که من با اون انواعش کار ندارم. طبیعی هستش که هر چی انواعش گسترده تر باشه قناع فرهنگی یک فرهنگ جامعه بالاتر، با اون چیزی ندارم. خب موضوع دیگه ای که من چند دقیقه دیگه وقت داریم آقا؟ امروز میتونید 6 دقیقه دیگه هم برید، چون شما لطف کردید و برنامه‌تون رو یه مقداری میشه گفت اختصاص دادید به سوال من، تا 4 و 15 دقیقه میریم. بله نه ما همون 5-6 دقیقه کافیه. اجازه من اینجا یه چیزی خدمت شما عرض کنم و این عکس رو دوباره نشون بدم. آیین نگارش رو من با شما هم عقیده هستم و اینجا هم درس میدن، حتی تو دانشگاه میگه که شما اگه میای سخنرانی میکنی عنوانش رو باید بگی، مقدمه رو باید بگی، متن اصلی رو که صحبت میکنی باز میکنی، حتی یک قسمتی رو هم باید برای پاسخگویی به دانشجویان به اصطلاح قرار بدی. یعنی با این قسمت با شما کاملا موافقم. اگر گفتم هممون نباید یه شکل و یه نو بنویسیم، شما به درستی درستش کردید و گفتید که اون سلیقه شخصیه که هر کسی فرق کنه. بله بله، اما اون مسئله جا به پاسخ دادن، بله در فیسبوک این مسئله رعایت باید بشه که یه جایی هم برای پاسخ دادن باشه، ولی در مقالاتی که طرف روزنامه ها می نویسه دیگه اونجا زیرش چیز نداره، اون مطلبش نوشته یا در کتاب طرف می نویسه دیگه جای پرسش و پاسخ نمیگذاره، چون کلاس درس نیست، طرف اومده مطلبش داره میگه و به وقت منتشر کنه تمومش. ولی توی فیسبوک در واقع کلاس درسه، دانشگاه آموزشگاهه. خب چون من تشخیص دادم، یعنی احساس کردم ضرورت داره یک بار دیگه درباره این زبان تصویر صحبت بکنم، و اگر میتونید یه بارم عکس این کتاب زبان تصویر رو نشون بدید. زبان تصویر عنوان اصلی The Language of Vision، نویسنده گئورگ گیبز، مترجم فیروزه مهاجر. چرا دارم اینو معرفی میکنم؟ برای اینه که در فضای فیسبوک در این کتاب مطالبی گذاشته که عموماً باید کاربران با این مطالبی که در اینجا مطرح میشه توی این کتاب مطرح میشه آشنا باشن، چون تصویر تنها یه تصویر خالی نیست، صدها نفر میتونن صدها مطلب از یک تصویر بیرون بکشن و دربارش حرف بزنند. ما داریم اینو آموزش میدیم که با تصویر گفتگو کنید. موضوع ادراک فضا، کلمه رو ببینید، ادراک فضا. شما در نظر بگیرید ببینید که نقاشان بزرگ عموماً تمثال‌ها رو وقتی که داشتن می‌کشیدن، پورتره، تصویر رو طرف کشیده، اما اون پس زمینه‌ش رو طوری قرار میده که اشیاء مختلف زیاد نباشه، چون هرچی اشیاء زیادی در اون پشت متراکم بشه تصویر سوژه اصلی که تصویر فرد هستش جزئی از اونا میشه، و همین خاطر هستش که بکراند یا پس زمینه رو به یک نحوی مات میکنه، سعی میکنه که اون پشت باشه. مثلا من توی این برنامه آقای مینویی دیدم که اون بکراندش رو کاملا سیاه کرده، شما متوجه شدین دیگه؟ بله خود من به ایشون پیشنهاد کردم. آها، بک‌گراندش کاملا سیاهه، منتها اون جلو خیلی گل و بوته و اینها دیگه چیده که خودش جزی از اونا شده. خب من میپرسم که آقای مینویی کدومه، اینه یا اونه؟ درست مثل تصویر من امروز خیلی اینجا شلوغه، بعدن میبینید شما. آها نه، من به شما، چون شما با مسائل تصویر و رسانه و اینطور چیزا سر کار دارید، این مسائل رو میفهمید. بعضی وقتا اون بک‌گراند تصویر پشت شما که تصاویر خیلی کوچولویی ده چیز داره و وز میده و چیز میده بود مکان رو یارو چیز میکنه، خیلی جالبه. ولی اون قسمت هایی که بعضی وقتا من شما رو میبینم که چند تا اینجا یه شی هست، اونجا یه چیز دیگه هست، اون ور یه چیز دیگه هستش، اون چیز هستش، و بعد شما جزی از این اشیا شدید و از حالت پورتره خارج شده. اینا رو من دارم میکنم. خب موضوع ادراک فضا
و درک جنبه های روانی آن. مطلب بسیار جالبیه. شما ببینید اشعار مولوی رو نگاه کنید، ببینید که خب در این حال که نقاشیایی هست، موسیقیایی هست، نقاشیایی هم هست. بعضی از تصاویرش که شما میتونید الان مثلا ببینید مود شده، مطالبی که در شاهنامه اومده رو دارن نقاشیاییش میکنن. این یه پایه بخشی از همون رنسانس فرهنگی است. 50 سال پیش اصلا از خبرها نبود. الان شما برید نگاه بکنید ببینید چقدر درباره رستم و اسفندیار و ایت دارن تصاویر رویایی و به سبک مثلا بعضی هاشون سبک رنسانسیه، بعضی هاشون سبک چیز مینیاتور ایرانی هستش دارن دور میکنن. برای چی داره این کار صورت میگیره؟ هزارها نفر تو این راه دارن میکنن. ما باور بکنیم به این رنسانس فرنگی، باور داشته باشیم یعنی چی تحولی در جامعه ما داره صورت میگیره. موضوع ادراک فضا و درک جنبه‌های روانیان. گورکیپ متولد مجارستان، پژوهشگر در مفاهیم نوین هنرهای تجسمی. زبان تصویر کتابی است در سه فصل. سازماندهی تجسمی. این بخش سازماندهی تجسمی 30 صفحه است که توضیح میده که این تصویر چگونه باید سازمانبندی بشه. یه روز توی یکی از این نمایشگاه‌ها یه خانومی آورده بود دو تا میز صندلی اونجا از این نیمکت‌های مدرسه‌ای گذاشته بود، این وقت دو تا نیمکت، بعد این بچه‌های 6 ساله 7 ساله 10 ساله 12 ساله رو اونجا میورد میشون، بعد چیز نقاشی گذاشته بود و بهشون نقاشی یاد میداد. من نشستم برای یه دونه بچه 8 9 ساله‌ای، پسر بچه آلمانی، یه تصویر کشیدن بهش یاد دادم. بعدم بهش گفتم خب حالا این تصویر کشیدی ببین اون بالا یه قطعه قرمز بزرگ داری، برای اینکه این تعادل تصویر باشه دو تا این پای این اردکه این طرف قرمز کن تا یارو بشه اینطوری بکنه که چی دو بنات پوچید روی پیرن بود، داشتن روی پیرن ها رو چه می‌گردن پوچید. بعد مامان باباش اومد گفت این چه قشنگه، بعد اون میگفتش که این آقا گفته اینا رو حرفا کردن، چه صمیمانه این دو تا مرد و زن از من تشکر می‌کردن. چرا؟ برای اینکه این کتاب رو من خونده بودم، می‌دونستم که چی باید به اون بگم. نویسنده مباحث زبان تصویر کتابی است در سه فصل، سازماندهی تجسمی، بازنمایی تصویر و به سوی یک پیکرنگاری پویا. پیکرنگاری پویا رو میتونید آیه سوربی تعریف کنید یعنی چی؟ نه شما بگید تا یاد بگیرم. شما در نظر بگید یه نفر داره از پلکان بالا میره، این خودش پویایی رو در درون داره و اشکال گوناگونی است. این هستش که تصویر رو طوری بکشن که داره حرکت رو نشون میده، پویاس حرکت میکنه. خب نویسنده به مباحث غروب پرسپکتیو ثابت، پرسپکتیو نور، تجربه رنگ، تنظیم مادی نور، انواع پرسپکتیو خط، بزرگنمایی، بود فضایی، رنگ و مثال‌های از هنر معماری، نقاشی، عکاسی، پیکرتراشی، آگهی‌های تبلیغاتی و نمونه‌های صنعتی می‌پردازد. خب شما که در فیسبوک فعال هستید برید این کتاب رو بخرید، به عنوان یک درسنامه بخونید که چیکار دارید می‌کنید. یک کمی چه سطح کارتون رو جنبه‌های فرهنگیش رو ارتقا بدید بیارید بالاتر. مطالعه این اثر برای بالا بردن کیفیت کار به تمام افرادی که در فضای مجازی اینترنت فعال به تصویر به اشتراک می‌گذارند توصیه می‌شود، چون جهان سبودی در پیش روی ما ابعاد دیگری دارد که جئورگی گیبز در اثر ارزشمند خود ما را دعوت به فراگیری زوایای پنهان آن در فرم و محتوا می‌کند. چند توصیه به دوستان که در فضای مجازی تصویر به اشتراک می‌گذارند. یک، روی عکس ها رو شعارنویسی نکنند، زیرا تصویر خود زبان گویایی دارند و پیامشان را می توانند زیر تصویر زمینی آن کنند. دو، با تصویر گفتگو کنند تا از یک سو نطق و بیانشان گشوده شود و از دیگر سو با شیوه های استدلال و استنتاج آشنا شود. میکروفون در اختیار شما هست. بسیار ممنونم از شما. باز از دوستان می خوام که اگر در مورد این برنامه نظری دارن یا پرسشی دارن با شما به اصطلاح در میون بذارن تا در برنامه‌های آینده در این مورد صحبت کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دوستان این برنامه به صورت بایگانی روی فیسبوک باقی میمونه، روی یوتیوب هم تا یکی دو ساعت دیگه حاضر میشه و همین که شما اسم آقای یزدان خدابندلو رو در گوگل
سرچ کنید یا جستجو کنید اون ویدیوها رو به ترتیب تاریخ میبینید. ممنون از شما آقای خداوند. بدرود بر شما آقای سربی، شنوندگان و بینندگانتون. ممنون، با امید دیدارتون. مرسی. خب دوستان عزیز، این هم برنامه امروز آقای یزدان خداوندلو، آسیب شناسی فرهنگی، و برنامه رو پی میگیریم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینوی هستیم از تگزاس. روی مردم tv.com اگر شما مشکلی دارید که سیستمتون با ویندوز کار نمیکنه، در یه جایش نوشتیم که اگر تصویر رو نمیبینید اینجا رو کلیک کنید، اون سیستم با همه چیز کار میکنه. ضمناً یادتون باشه که الان مدت هاست تلویزیون مردم از طریق تلفن هم میتونید بشنوید. اگه توی ماشین هستید و دارید رانندگی میکنید، احتیاجی نیست که تصویر ببینید، اون شماره رو میگیرید. دوست من از مکزیک تماس میگیره، گهگاهی میگه اینجا دارم رانندگی میکنم و برنامه رو گوش میدم. باز هم ممنون که با ما بودید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ممنون و متشکر و به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.